وقوع زمین لرزه مهیب در بدخشان. خبر ناگوار در مورد استاد عبدالاحمد خاکسار با او دست یاری دهید. همچنان کاهش بهای دلار در برابر افغانی، قیمت مواد اولیه از چه قرار است؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مرکز لرزنگاری هند گفته است که زمین لرزه به بزرگی 5.7 ریشتر صبح امروز شنبه 16 دی بدخشان را لرزاند. با گفته مرکز لرزنگاری هند، مرکز این زمین لرزه در 95 کیلومتری جنوب شرقی فیض‌آباد بدخشان بوده است. شبکه ایندی و نقل از مرکز لرزنگاری هند گفته است که این زمین لرزه در ساعت 9:45 دقیقه صبح امروز در عمق 181 کیلومتری سطح زمین رخ داده است. مرکز لرزنگاری آمریکا عمق این زلزله را 209.1 کیلومتر زمین اعلام کرده است. تاکنون از خسارت و تلفات احتمالی این حادثه گزارش نشده است. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که زمین لرزه 5.9 ریشتری برخی از مناطق کشور را نیز لرزانده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که این زمین لرزه در مناطق وسیع در شمال غرب پاکستان از جمله مالاکند، پشاور، مردان، سوات و مینگوره صورت گرفته است. خاکسار را کمک کنید. این کشور درد دیده ما از کدام دردت بنالم. نه هنرمند در امان است، نه هنر پیشه های ما، نه مردم ما. استاد عبدالاحمد خاکسار سالهای سال در عرصه هنر سینما زحمت کشید، موی خود را سفید کرد، اکنون در بستر بیماری قرار دارد و از فقر و تنگ دستی نمیتواند نزد دکتر مراجعه کند. خداوند متعال شفای عاجل نصیبش کند. برگرفته از صفحه دوستم افغان. کاهش بهای دلار در برابر افغانی. 8 صبح کابل. به ادامه کاهش دلار در برابر ارز افغانی در بازارهای کشور، منابع در سرای شاهزاده کابل میگویند که 1.89 دلار معامله شده است. منابع از سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز تبادله اسعار در کشور، میگویند که صبح امروز شنبه 16 دی 1 دلار در برابر 89 افغانی خرید و فروش شده است. از 3 روز به این طرف نرخ دلار در برابر افغانی در حال نوسان بوده است. گفته می شود کمک های مالی اخیر که به با بانک مرکزی سپرده شده روی کاهش نرخ دلار تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر شماری از شهروندان می گویند که با وجود کاهش دلار در برابر ارز افغانی، قیمت مواد خوراکی در بازار همچنان بالاست. محمد نسیم، یکی از باشندگان ولایت بغلان، بر روزنامه 8 صبح می گوید که با کاهش قیمت دلار نرخ مواد اولیه نیز کاهش پیدا کند. با این حال یکی از مقام‌های سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان در بانک مرکزی افغانستان 135 میلیون دلار دارد، اما از آن به دلیل قادر نبودن این بانک به تبدیل آن به افغانی نمیتواند استفاده کند. با کاهش قیمت دلار در بازارهای کشور انتظار می‌رود نرخ مواد خوراکی و سوختی کاهش پیدا کند. هرچند از هفته گذشته به این سو با وجود کاهش چشمگیر بهای دلار در برابر ارز ملی، تغییر در قیمت ها گزارش نشده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.